سلام، صبح بخیر آقای احمدیان. خیلی ممنون که با ما هستی. با محمد احمدیان هستیم، در مورد بازارهای جهانی میخوایم صحبت بکنیم. آقای احمدیان کارشناس بازارهای مالی بین الملل هستن. خب آقای احمدیان، تو هفته‌ای که بودیم نفت تو همون سطوح باقی موند، طلا رفت بالای 2000 تا، فلز مس اصلاح داشت، اصلاح خیلی پررنگی هم داشت، ولی فلز روی همچنان رو همون سطوح باقی مونده و نمیدونم، یه زمزمه هایی از فلز روی 3000 دلاری هم شنیده میشه، نمیدونم این حقیقت داره یا خیر. نظر شما رو راجع به بازارهای جهانی میدونم، با شما هستیم. سلام، صبح شما بخیر جناب آقای تمامی. من مستقیما میرم سراغ چارت ها از طلا شروع میکنم، به روی هم میرسیم در پاسخ به اون سوال شما. طلا هفته گذشته سقف تاریخی خودش رو شکست، مدام رکورد شکنی میکرد. آخرین رکوردی هم که ثبت کرد روز جمعه بود، قیمت 2089 دلار بر اونس. بعد از این رکورد آمار اشتغال غیر کشاورزی آمریکا منتشر شد که خیلی مثبت بود. این مثبت بودنش یه حرکت سنگین برای سرویس سود رو در طلا استارت زد و طلا توی روز آخر هفته 1.4% کاهش قیمت داشت، اما هنوز قیمت طلا توی سطوح خیلی بالاییه. مذاکراتی بین جمهوری خواها و دموکرات ها توی آمریکا بود برای اون بسته حمایتی از اقتصاد که به شکست منجر شد. این شکست باعث شد که چشمانداز تورمی بیاد پایین، شاخص دلار رشد بکنه. این رشد شاخص دلار بود که باعث شد اون اصلاح قیمتی توی مصر ما مشاهده بکنیم، چون انتظارش هم میرفت و فعلا چون شاخص دلار یه مقداری قوی شده قیمت مصر اومده بالا. یه موضوعی که الان دوباره مطرح شده آخر هفته، یعنی در تعطیلی بازارها، این بود که آقای ترامپ گفته من با کابینه خودم صحبت کردم که از اختیارات خودم به عنوان ریاست جمهوری استفاده بکنم و تا آخر سال یک بسته حمایتی از بیکارها به مثلا مبلغ 600 دلار در هفته تمدید بکنم، وام‌های دانشجویی رو مدکوشش بدم و مواردی از این دست که باز میتونه فشار تورمی رو برگردونه و اون فشار تورمی اگه برگرده باز قیمت‌های کامودیتی‌ها رو میتونه بیاره بالا. حالا من توی این چارتی که اینجا روبروی شما هست قیمت طلای لندن رو آوردم. بله، من شما صحبتتون رو بکنید، من نشون میدم اطلاعات شما رو. قیمت طلای لندن داری ارزون‌تر از قیمت طلای آمریکا هست. شما میبینید که مثلا از سال 1970 از یه چیزی حدود 80 دلار بر اونس الان رسیدیم به 2000 دلار بر اونس. پایینش هم شاخص نزدک رو نشون میده و بازدهیش رو با طلا سنجیده که مثلا طلا 30% بازدهی داده، نزدک حدود 20%. نزدک شاخصی که شرکت‌های بزرگ تکنولوژی توش هستن. و سمت راست هم حالا باز یه مقایسه بامزه‌ای بود که میگفت با یه اونس طلا شما میتونید چی بخرید؟ دو تا آیفون گولد، مثلا 28 تا اسنیکر طلایی آدیداس، کلی جویستیک، چند تا توپ طلا و الی آخر. توی چارت بعدی در مورد دیزنی، از شرکت دیزنی یه موضوع جالبی اتفاق افتاده بود هفته پیش. دیزنی انتظار میرفت سهامش به ازای هر سهم 34 سنت ضرر داشته باشه، ولی 8 سنت سود ساخت که با توجه به اینکه مثلا 5 میلیارد دلار ضرر کرده بود از تعطیلی پارک‌ها. ولی یه دونه سرویس رو انداخته بود به اسم دیزنی پلاس. این دیزنی پلاس یه سرویس اشتراکی مثل نتفلیکس که شما مثلا میرید عضو میشید و الان حدود 100 میلیون کاربر به خودش جذب کرده. این 100 میلیون کاربر رو دیزنی انتظار داشت که 4 سال کسب بکنه. یعنی اینکه رفتار اینو برای این عنوان کردیم که ببینید کرونا چقدر روی رفتار مصرف کننده تاثیر گذاشته و مدل‌های کسب و کاری خیلی عوض شده. چارت بعدی در مورد، یعنی اسلاید بعدی در مورد اتفاق خیلی مهم هفته گذشته بود که انتشار نرخ اشتغال غیر کشاورزی آمریکا بود که خیلی بهتر از پیش بینی ها بود و به 1.8 میلیون شغل اضافه شد. نرخ بیکاری رسید به 10.2% که سه تا موضوع خیلی مهم از این چارت ها آدم میتونه به دست بیاره. اولش اینه که خیلی از اقتصاددانان هنوز خوشبین نیستن، درخواست استخدام در ماه جولای کمتر بوده، تقاضای برای بیکاری که شما توی اون چارت سمت چپ می‌بینیدش، اینیشیال جابز کلیم، روندش نزولی هست ولی خب هنوزم 1 میلیون نفر تقاضا برای بیکاری، خیلی عدد بزرگیه و هنوز مشخصه که این ترند ادامه دار باشه یا نه. یه چیز دیگه‌ای که هست کمک فدرال، یعنی کمک دولت مرکزی برای بیکاری که اون 600 دلار که هنوز باید ببینیم هفته آینده آقای ترامپ چی میگه در موردش یا تصمیمش چی هست. و سومین مورد در مورد اینکه در بلند مدت چه اتفاقی میفته. آماری که این هفته منتشر شد هم از اشتغال ماهانه که اشتغال غیر کشاورزی باشه هم اشتغال هفتگی که تقاضا برای بیمه بیکاری باشه مثبت بود، ولی در بلند مدت باید ببینیم چه جوری میشه و
که آیا این اتفاق این ترند ادامه دار خواهد بود یا نه. حالا یه چیزی هم یادآوری بکنم، این که ماه فوریه و قبل از کرونا اشتغال، یعنی اون بیکاری آمریکا 3.5% بود که رقم خیلی خیلی پایین بود و ممکنه تا 10 سال آینده به این 3% نرسد. خب میرم سراغ کامودیتی ها، قبل از اینکه برم سراغ فلزات در مورد بازار پتروشیمی و پالایشی میگم. مارجین پتروشیمی ها رشد خیلی قابل ملاحظه‌ای داشته، قیمت محصولات آرومولتیکی و اولفینی خوب بودن، رشد کردن، اوره رسیده 252 دلار. پالایشی ها همچنان شرایطشون خوب نیست، باز مارجینشون پایینه. یکی از همکارای من امروز صبح یه بررسی کرده بود شرکت های داخلی، مارجینشون همین زیر 3 دلاره که خیلی مارجین پایینی هستش. و زنجیر فولاد هم رشد خوبی داشته، هفته گذشته قیمت اسلب رسید به 395 دلار اسلب و بیلت که باز خیلی چیز خوبی هست. خب میرم سراغ بررسی فلزات. این چارتی که الان شما می‌بینید یه پای چارت هست که تقاضا رو در چین برای مس و آلومینیوم بررسی کرده. نصف تقاضای فلزات صنعتی در چین وجود داره، برای همین یه تاکید بیشتری روی چین دارم من توی این صحبت‌های خودم. سمت چپ تقاضا برای مس رو می‌بینیم، بیشتر تقاضا توی برق، توی ساخت و ساز، توی کولر، که همین سه تا چیز حدود 80% از تقاضا رو تشکیل میدن، به خاطر اینکه تقاضا ساخت و ساز بیشتر شده، وقتی که ساخت و ساز بیشتر میشه کولر رو بیشتر می‌خرن، سرمایه‌گذاری توی زیرساخت ها توی چین بیشتر شده، برق مثلا شبکه برق رو می‌خوان گسترش بدن که این باعث میشه مثلا تقاضا بیشتر بشه. سمت راست هم شما آلومینیوم رو می‌بینید که هم برای کنسرو تقاضا خیلی زیاد شده، هم برای برق و برای ساخت و ساز، که همه اینا نشون میده برای آلومینیوم و برای مس تقاضای خوبی وجود داره. چارت بعدی، اسلاید بعدی در تایید اسلاید قبلی هستش که نشون میده از ماه مارس تمام PMI های شاخص های PMI کشورهای مختلف دنیا داشتن رشد میکردن، رشد رو شروع کردن، از چین یه مقداری عقب‌تر. سمت راستش نشون میده که سرمایه گذاری توی چین از اول سال 2020 یه رشد خیلی خیلی خوبی داشته و این رشد خوب تقاضا رو برای فلزات به وجود آورده و باعث شده که قیمت فلزات ما توشون رشد رو ببینیم. اون رکودی که خیلی ازش ترسیده بودن اقتصاددان ها یا تحلیلگر ها اونقدر تاثیر منفی نذاره. سال 2009 هم همین کار رو چین کرد، یعنی بعد از سال 2008 که رکود خیلی سنگینی بود سرمایه گذاریش بیشتر کرد، قیمت فلزات اومدن بالا. الان باز داره این اتفاق دوباره میفته. توی چارت بعدی یه چارت خیلی خوبیه که رابطه بین شاخص دلار و قیمت فلزات رو نشون میده. شما سمت راست عدد شاخص دلار رو میبینید. البته من یه توضیح بدم که این شاخص دلار رو برعکس کردن که اون رابطهشون بهتر مشخص بشه. شاخص دلار الان یه چیزی حدود 93، یعنی سمت راست 93، و اگر بیاد سمت 92 شما تا مثلا مثل 7000 دلاری رو میتونید انتظار داشته باشید. هر چقدر کمتر بشه قیمت فلزات میره بالا، هر چقدر بیاد بالا قیمت فلزات میره پایین. الان باز آخر هفته دیدیم یه مقداری که شاخص دلار تقویت شد، قیمت مس یه دونه اصلاح کرد و این رابطه برای بقیه فلزات هم وجود داره، یعنی هم برای آلومینیوم هم برای روی با تقویت شاخص دلار قیمت اونها یه مقداری عقب نشینی میکنه. پس این شاخص دلار، تقاضا و زیرساخت چین، این سه موضوعی هستن که فعلا از قیمت فلزات حمایت میکنن. اسلاید بعدی در مورد افزایش مصرف فلز روی و مس هست که نشون میده این رشد خیلی خوبی رو داشتن. اسلاید بعدش نشون میده که در انبارها یا موجودی انبار بورس‌های فلزی کاهش موجودی رو داشتیم برای روی و آلومینیوم. این کاهش موجودی همزمان باعث رشد قیمت شده که باز یکی از فاکتورهای یکی از قیمت‌ها حمایت میکنه. و میریم سراغ چارت یکی مونده با آخر که در مورد روی هست. یه توضیح خیلی مهمی که اینجا باید ببینید سمت چپ هست. این چارت سمت چپ از سال 2017 نشون میده که همینجوری کنستانت رو توی چین داشته انبار میشده، مصرف نمیشده، منتقل میشده به سال بعدی. الان سال 2019 که ببینید که شروع سال 2020 بوده، میزان کنسانتری روی که توی چین ذخیره شده بوده یه چیزی برابر تمام کنسانتری بوده که در دنیا وجود داشته. این یعنی این که کنسانتری توی روی الان توی کنسانتری روی توی چین به فراوانی موجود هست و این باعث شده که تولید روی توی چین بالا بره. یکی دیگه از دلایلی که تولید روی رو در چین بالا برده مارجین کورای ذوب روی هستش که خیلی بالا رفته.
این باعث شده که خیلی تشویق بشن برای تولید بیشتر. این تولید بیشتر یه مقداری میتونه روی عرضه فشار وارد بکنه، اضافه عرضه رو وجود بیاره. یه روی دیگه سکه هم اینه که ما اوایل سال 2020 کلی معادن کاهش تولید داشتن. این کاهش تولید در ادامه سال 2020 و سال 2021 خودش رو نشون میده و انتظار میره که این اضافه تولیدی که کوره ها دارن به اضافه اضافه تولیدی که جا مونده از اول سال، یعنی نیمه اول سال 2020 و اینکه سال 2021 یک مقداری معادن جدید، یک سری تولید جدید به روی دارید، همه اینا روی هم دیگه میان. برای همین من زیاد خوشنود نیستم روی اینکه روی 3000 دلاری رو ببینیم. فعلا که قیمت رو خوب روی خوب قیمت رو حفظ کرده روی 2300 2400 دلار. از نظر بنیادی شرایطش خوب نیست. چیزی که قیمت روبل رو بالا نگه داشته موضوعات دیگری هست، مثل تقاضای فقط کشور چین یا مثلا شاخص ضعیف دلار، که حالا باید کم کم و به دقت بازار رو رصد کرد، بررسی کرد که ببینیم در ادامه چی پیش خواهد آمد. و آخرین اسلاید رو هم من توضیح نمیدم، فقط میگم که این چی هست. این اسلاید پیشبینی قیمتی بانک سرمایه‌گذاری کردیت سوئیس از قیمت فلزات که مثلا تا سال 2023 چه اتفاقی براشون میفته یا پیش بینی میکنن چه اتفاقی خواهد افتاد. این پیش بینی دقیقی نیست، ولی خب یه چی دیدی میده به شما نسبت به آینده. و یه خصوصیتی که این جدول داره اینه که نسبت به قبلا خیلی خوشبین‌تر شدن نسبت به تمام فلزات. اگه سوالی هست من در خدمتم. خواهش میکنم. آقای احمدیان، برای هفته پیش رو ما انتظار اونس چقدری رو داشته باشیم؟ نفت فکر میکنه تو چه بازه قیمتی قرار بگیره؟ مس و حالا روی هم که فرمودید همین اعداد 2300 خورده 2400 تا تو این مقطع براش خوب هستش. خیلی کوتاه بفرمایید خلاصه این هفته تو بازار جهانی چند چندی؟ هفته یکی از چیزایی که خیلی باید بهش توجه بکنید اوراق قرضه است و اون بازدهش چقدر هستش. اوراق تیپس الان منفی 1.1 هستن. اون منفی 1.1 که شما می‌بینید فکر می‌کنم اوراق بدیه میشه معادل فارسیش، منفی 1.1 بر اثر فشار تورمی نیست. اگه فشار تورمی بیاد روش منفی‌تر میشه، قیمت تمام کامودیتی‌ها میرن بالاتر. یه چیز خیلی مهم باید ببینید که آقای ترامپ چیکار می‌کنه. اگر اون بستش رو یا اون دستور اجرایی که داره صادر می‌کنه منجر به پخش پول بشه، ما روش رو در هم نفت می‌بینیم، هم در مس می‌بینیم، هم در طلا می‌بینیم. در غیر این صورت یه مقدار ممکنه سرمایه‌گذاران محافظه‌کارانه‌تر برخورد بکنن و یه اصلاح داشته باشیم. ولی خب من به فکر می‌کنم چون انتخابات آمریکا نزدیک هستش، آقای ترامپ خیلی روی این موضوع تاکید بیشتری خواهد کرد که حمایت بکنه از مردم، حالا چه برای جلب رأی یا موارد دیگه. برای همین وزنه خوشبینی برای رشد مثلا حالا یا مثبت بودن بازارهای جهانی بیشتر از این هست که مثلا منفی باشه. خیلی ممنون آقای احمدی، ان شاء الله که هفته خوبی رو داشته باشی و خدا نگهدار. خدا نگهدار، موفق باشی. سلامت باشید. خب گفتگو کردم با آقای محمد احمدیان، کارشناس محترم بازارهای مالی بین الملل، در مورد بازارهای جهانی که امروز خب اولین روز هفته ما هستش صحبت کردیم. از فردا هم بازارهای جهانی